د خبرونه په دویم بس کې د طالبانو د مخالفو ډلو یا د مقاومت د انجبې غړی ډاکټر حسین یاسا سره خبرې کوم چې د شپې د سکایپ لایو په پروګرام کې را سره مل دی. یاسا صاحب، لومړی کې په دې خبرې وکړو چې طالبانو ادعا کړې چې مولوی مهدی ماشالله، دا خبره څومره حقیقت لري؟ ستاسو معلومات څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر میکنم که خبری را که شما شنیدن منابع ما مرتعید میکنه. د مولوی مهدی وژل که دو تا اثر لرلی شی یاسا صاحب د مقاومت پر سرتیرو د اغیزه بیچه پر دیوبانده؟ یک چیز طبیعی است که کشتن و محکمه سارایی مولوی مهدی نشان میده که طالبان اصلا هیچ نوی مخالفت را قبول ندارن، ولو مخالفت سیاسی باشه یا مخالفت نظامی باشه، هیچ نوی مخالفت تحمل کردن نمیتونن. و طبیعی است که این روی کردی طالبا، یعنی برخوردی بسیار زشت با مخالفان، شکنجه محکمه سارایی، شکنجه زنان، شکنجه اطفال، اینا طبیعی است که یک بدبینی را به وجود میاره و یک محیطی را به وجود میاره که امی محیط دوستانه میان تبارای مختلف افغانستان و گویشوران مختلف افغانستان بدبینی را به وجود میاره، بی اعتمادی را به وجود میاره. بله، یاسا صاحب جنرال دوستم، ولی لتاسو سره یو ځای نشو که استاسو د فعالیتونو او استاسو د شورا موضوع ته راشو. جنرال دوستم ویلی دی چې د طالبانو سره کینی او جګړه نه کوي او خبرې کوي، استاسو نظر؟ جناب مارشال صاحب دوستم یکی از رهبرانی با اعتبار افغانستان و یکی از رهبرانی با اعتبار و برجسته ملی افغانستان است. این نظری شخصی مارشال صاحب دوزن نیست، بلکه نظری شورای مقاومت ملی در روز اعلام منشور هم گفت، رهبرای شورا، که ما معتقد به صلح هستیم، معتقد به گفتگو هستیم، معتقد به مذاکره هستیم. مذاکرات این اینه که دعوت بکنیم نتای مختلف از طریق کانال های مختلف اونا رو بیاین بگوین شخصی بیاین زندگی بکنین. نه، مذاکرات مانادار که برای مردم افغانستان در آینده مفید باشه. بله، د طالبان له واکمنۍ یو کال تیر شو یا اساسای پخوانی چارواکی او جهادي شخصیتونه له یو کال وروسته د طالبانو پر ضد سره ودریدل. ستاسو په نظر دا یواله یو ګډ مبارزه ولې دومره وخت ونیول؟ دا مشران اوس په بهر کې څه کولای شي دقیقا؟ خانم نورستانی، طوری که شما هم شاهدی کلی قضایا در افغانستان هستین، در مربوط یک رسانه معتبر هستین، طبیعی بود که یک شوک بسیار سکوت کابل سال گذشته، یک شوک بسیار زیاد کلان بود و یک حادثه غیر مترقبه بود که هیچ کس حتی طبق برخی از منابع خود طالبا هم انتظار نداشتن به این زودی به کابل بیاید. خب هر صورت دلایلی چرا کابل سقوط که در اون رابطه همیشه صحبت های زیاد میشه، یک شوکه بود و رهبرانی که فعلا در قالب شورای مقاومت ملی هستن هم غافلگیر شدن. اونا همون روز پرواز داشتن برای بله. یکی از گفتگوهای یاسا صاحب که مستقیما دی تراشی چه وست چه دغه مشران په بحر که دی دننه په افغانستان که دوی وسته کولی شي، دوی خپل مبارزه ته د افغانستان نه بحر څنګه ادامه ورکولی شي؟ دوی خود دننه په افغانستان که ندی؟ خانم نورستانی، بار اول نیست. در افغانستان همیشه تحولات زیاد نظامی سیاسی بوده و خواهد بود در آینده هم، و پیشروی عقب نشینی در جبهات همیشه بوده و قماندان ها رهبران دائم از یک ولایت به دیگر ولایت و گاهی هم اگر ضرورت بوده بیرون از افغانستان هم برای یک مدتی رفتنی، بار اول نشده و انشالله اونا به زودی در افغانستان برمیگردن. استاسو پا ان آیا دا اتحاد لواک څخه د طالبانو د شړلو په معنا دی او که په واک د ګډون په معنا؟ اگر سوالتان دوباره تکرار بکنین لطفاً.
سوال من این بود آقای یاسا که به نظر شما آیا این اتحاد برای بیرون راندن طالبان از قدرت است یا برای حضور در قدرت؟ ما فکر میکنم که سوال شما گرچه سوال خوب است، ما مشکل ما سلطه طالبان را در افغانستان نامشروع میدانیم، ما نحوه حکومت داری طالبان را نادرست میخوانیم، ما تفسیری که طالبان از شریعت و از مذهب دارند او را نادرست میدانیم، خصوصا مدنیت ستیزی طالبان را و زن ستیزی طالبان را اینا را نادرست میدانیم. در این تر وضعیت به هیچ وجه شورای مقاومت ملی حاضر نیست، هیچ یک از عضو شورای مقاومت ملی حاضر نیست که با طالبان در یک اداره مشترک کار بکنه. پس خواست شما از طالبان چی است؟ پس چی میخواین اگر در یک اداره کار نمیکنین؟ ما خدمت عرض کردیم که خواست ما این است که باید گفتگوهای صلحی که به خاطر عدم مدیریت اگر محتاطانه عدم مدیریت مسئولینی که از طرف امریکا موظف بودن به سقوط مواجه شد و طالبان به طور غیر قانونی و نامشروع داخل افغانستان آمدن و رئیس جمهور هم که از کابل فرار کردن، یک خلایی به وجود آمده بود. ما طرفدار از این هستیم که اونمون روند صلحی که سقوط کرده بود و ناتکمیل بود، اونمون روند صلح باید اثر گرفته شد. د مقاومت کلند را تا وست یا صاحب د مقاومت مشری سوکوی، امرالله صالح، احمد مسعود، تنور سیاسون. آیا احمد مسعود امرالله صالح منی او برعکس؟ ما فکر میکنیم بجای زی که ما و شما یک دیدی عنعنوی داشته باشیم در مقابل تشکیلات های نظامی سیاسی، خدمت شما عرض بکنیم که احمد مسعود یکی از اعضای بسیار برجسته و محترم شورای مقاومت ملی است، اونا رهبری جبهه مقاومت هستند و جناب امیر وقت کم دارم آقای یاسا، وقت کم دارم، اگر مشخصا بگوین که ریاست این اتحاد کی به عهده داره، فقط کوتاه. این امیر میگم که این شورا ریاست واحد نداره بلکه ریاست شورایی داره. دیرم من نکم کور مودن دکتر سیف حسین یاسا، من نکم.